مردی که برای فیلم برداری از یه نفر استخدام میشه اما نمیدونه که این طرف چقدر روانیه. یه لحظه سلام، امروز که از فیلم های عجیب غریب 2014 رو میخوایم ببینیم به اسم کریپ یا چندش. این فیلم نمره 91 راتن تومیتوز و 10 از 10 فیلم های ترسناک داره به خاطر اینکه خیلی عجیب غریبه، واقعا هم میره رو مختون به خاطر اینکه خیلی حس بدی بهتون میده. ببینیدش درک میکنید این حرفو. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون به اسپول و کامرا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم، فیلمبرداری به اسم آرون رو میبینیم که داره وسط جنگل رانندگی میکنه. آرون توی برنامه کرگلیست که مثل همون دیوار خودمونه یه تبلیغ گذاشته که هر کسی سفارش فیلمبرداری داره بهش زنگ بزنه. آرون هم یه نفری به اسم جوزف بهش سفارش کار داره و گفته که بیا 8 ساعت از من فیلم بگیر، پول خوبی بهت میدم. خب واضحه آرون هم قبول کرده و الان به همین مقصد رسیده، اما خبری از جوزف نیست و یه رفیق میپره بیرون و میترسونتش. آرون هم یکم به این شوخی میخنده و دوتایی میرن داخل خونه جوزف، مردی که توضیح میده و میگه من سرطان دارم و چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست. برای همینم هم میخوام ازم این مستند درست کنی، چون همسرم آنجلا حامل است و میخوام وقتی که بچه‌ام به دنیا اومد اینو بهش نشون بده تا منو بشناسه. آرون هم اول تحت تاثیر قرار میگیره و در آخر فیلم برداری رو شروع میکنه. اولین سکانسشون هم خیلی عجیبه، چون جوزف میره توی وان همون میشینه و از آرون میخواد که از صحبت کردنش فیلم بگیره. شروع میکنه به صحبت کردن با بچه‌ش که هنوز به دنیا نیومده. خیلی طبیعی هم حرف زن و انگاری داره نازش میکنه، اصلا مثل روانیا رفتار میکنه. در آخر هم به آرون میگه که وقتا به این فکر میکنم که همین الان کارم رو تموم کنم، چه کاری که این همه صبر کنم. بعد یه رفعه میره زیر آب و انگارم خواهد خودش رو خفه کنم. آرون خیلی میترسه و میره جلو و یه ها جوزف این پره بالا و میگه بخواستم بترسمت باهاش شوخی کردم. آرون هم خیلی براش عجیبه اما در آخر لبخندی میزنه و میریم سکانس بعد. جوزف میگه بیا بریم بیرون و یکم توی فضای باز ازم فیلم بگیر. وقتی میخوام برم بیرون یه رفعه آرون متوجه یه ماسک گرگ میشه که خیلی طبیعی و واقعا هم میترسه. جوزف هم میاد و شروع میکنه به خندیدن. بعدم توضیح میده که این گرگ برای یه داستان معروفه، یه شعرم داره و بعد زدن ماسک شروع میکنه به خوندن شعرش که خب رفتاراش بیشتر شبیه روانیا میشه. در آخر هم سوار ماشین میشن و میرن بیرون. بعد مدتی هم وسط جنگل وامیستن و شروع میکنن به قدم زدن. جوزف جای شروع میکنه به تون رفتن و آرون جا میمونه و در آخر گمش میکنه. حالا شروع میکنه به گشتن دنبال جوزف که یه رفعه یه پشت یه درخت میپره و فریاد میکشه. آرون حسابی میترسه و وقتی هم جوزف دوربینو ازش میگیره و چهرهش رو نشون میده میبینیم که چقدر کلافه شده. جوزف میگه این وحشتی که الان تجربه کردی مثل یه تجربه قبل مرگه، برای همین یه وقت برای آدم لازمه. وقتی هم میبینه که آرون خیلی عصبانی و هیچی نمیگه شروع میکنه معذرت خواهی و در آخر هم بغلش میکنه. دوتا شروع میکنن به قدم زدن و جوزف وسط راه رفتنشون میگه اون موقع اونقدر ترسیدی میخواستی منو بزنی. آرون هم میگه ببخشید واقعا دست خودم نبود و یهو عصبانی شدم. جوزف هم میگه اب نداره، خیلی رفتارت عادی بودش، هر کسی بترسه همچین ریاکشن نشون میده و اصلا ازت ناراحت نیستم. بعدم میگه که میدونم بهم حس بدی داری، یه خورم ازم ترسیدی، مخصوصا وقتی اومدی خونمون و دم در قطعا اون تبری گذاشته بودم و دیدی، شاید فکر کردی یه قاتل سریالیم. آرون هم یکم منومن میکنه و در آخر میگه آره حقیقتشون اول ترسیدم ولی الان که بیشتر شناختمت خیلی خیالم راحت شده. به راه رفتن ادامه میدن و جوزف میگه این نزدیکی یه دونه رودخونه است که میگن اگه آدمهایی که دلشون پاکه برن داخلش شنا کنن تمام بیماری هاشون برطرف میشه، بیا با هم بریم شاید من بتونم اینطوری شفا بگیرم. خیلی هم ماشین دور شدن و آرون میپرسه اصلا آخه برگشت بلدی یا نه. جوزف هم میگه میگم به این دریاچه اگه میخوای بری باید راهتو گم کنی، فقط اون موقع است که دلت خیلی پاکه. بالاخره به مقصد میرسن و جوزف از ته دل فریاد میکشه و خوشحاله. آرون هم از این خوشحالی خندش میگیره و ذوق میکنه. دوتایی با پای برهنه میرن داخل رودخونه و یکم بالا پایه میپرن و بعدم روی سنگ اسمشون رو حک میکنن. جوزف میگه تو بهترین دوستم شدی و روی سنگ مینویسه جوزف و آرون برای همیشه یه قلبم میکشه. حالا خیلی سمیمی تر شدن و آرون هم دیگه یخش باز شده. دوتایی میرن به یه رستوران تا یکم پنکیک بخورن و اینجا جوزف از آرون میپرسه یه چیزی که تو زندگیت خیلی ازش خجالت میکشی و به هم بگو. آرون هم یکم فکر میکنه و میگه من تا سن نوجوانیم همیشه جامو خیس میکردم، برای همینم مامانم دستبند برام خریده بود که هوشمند بودش و هر بار جامو خیس میکردم یه آژیر بلند میکشید. یه بار
بارم تو خونمون همش اتفاقی افتاد و دستبند صدا کرد و آبروم جلوی همه در و همسایه رفت. حالا نوبت جوزفه. میگه اول که اومده بودی ازم فیلم برداری کنی یکم ترسیده بودم، برای همینم هم یواشکی ازت عکس و فیلم میگرفتم تا چک کنمشون و بالاخره ازت خیالم راحت بشه. آرون یکم شوکه شده و جوزف میگه میدونم این رفتارم خیلی بد بوده ولی ازت معذرت میخوام و دیگه تکرار نمیشه. آرون هم یکم فکر میکنه و میگه اب نداره میبخشمت. وقتی به خونه برمیگردن دیگه شب شده. آرون میخواد از اونجا بره اما جوزف اصرار میکنه که بیا و حداقل با هم دیگه یه لیوان مشروب بخوریم. آرون هم در آخر قبول میکنه و میره بالا. وقتی دارن مشروب میخورن حالا آرون میخواد باز بره ولی بازم جوزف نمیذاره. اصرار میکنه بمون، میخوام یه چیزی اعتراف کنم که در دلم سنگینی میکنه. آرون هم دلش میسوزه و قبول میکنه. شروع به صحبت میکنن و جوزف میره سمت کمدی که لباساش روش بود. اون ماسک گورگو برمیداره و میگه یه حقیقت بزرگ در مورد این ماسک هستش. اولین بار که خریدمش وقتی بود که فهمیدم همسرم انجلا داره توی اینترنت فیلم های رابطه جنسی حیوانا رو تماشا میکنه. انگار لذت میبرد ازشون. منم یه بار این ماسک رو خریدم و یواشکی رفتم پشتش و باهاش رابطه برقرار کردم. اونم خیلی خوشش اومد و همکاری میکرد. البته که تظاهر میکرد خوشش نمیاد و کلا این مدل رابطه‌مون شده و همیشه اینطوری با هم ارتباط داریم. با شنیدن این داستان دیگه آرون میفهمه این طرف کلا یه تختش کمه. برای همینم هم سریع پا میشه تا لوازمشو برداره و بره. بازم جوزف شروع میکنه به گریه و ناله، میگه من خیلی تنهام و نرو از اینجا. در آخر آرون باز قبول میکنه، فقط یه لیوان دیگه با هم مشروب بخورن و این بار خودش میخواد لیوان رو پر کنه. برای همین هم یواشکی تو لیوان جوزف دارویی میریزه که زودتر خوابش ببره. موفق هم میشه و برای چند لحظه میبینیم که جوزف در جاش خوابیده. داستان عجیب اینجاست که کلید ماشین آرون هم گم شده و میفهمه که جوزف تو جیبش قایم کرده. برای همین هم میره یواشکی برش داره و همین لحظه تلفن جوزف هم زنگ میخوره. با کنجکاوی تلفن رو جواب میده چون همسرش آنجلا پشت خطه. اما آنجلا میگه من زن جوزف نیستم بلکه خواهرشم. تو هم بهتره سریع از اونجا فرار کنی. من خیلی وقت دنبال برادرم دارم میگردم و معلوم نیست کجا رفته. یه سری مشکل روانی حاد داره و جونت تو خطره. آرون سری میخواد درب رو میبینه که جوزف تو که سر جاش نیست. با وحشت خونه رو میگرده و یه رفه جوزف جلوش سبز میشه. بهش میگه کجا میخوای بری و آرون هم میگه من همیشه در موردت میدونم، اگه الانم ولم نکنی به پلیس زنگ میزنم. جوزف هم میره کنار و آرون وقتی میخواد در خونه خارج شه میبینه که جوزف با ماسک گورگ جلوش وایساده و نمیذاره. شروع میکنه به رقصیدن و آرون با عصبانیت میره تا درو باز کنه و یه رفه میبینیم که فیلم قطع میشه. حالا سکانس بعد جوزف رو میبینیم که وسط جنگل راه میره و دو تا پلاستیک مشکی دستشن و معلوم نیست کدوم بدبختی رو توش انداخته. میفهمیم که این فیلمو آرون داره از کامپیوترش نشون میده. دوربین رو سمت خودش میگیره و میگه بعد از اون اتفاق موفق شدم جوزف رو کنار بذارم و از خونه فرار کنم. از اون موقع هر از گاهی برام فیلمهای عجیب غریب میفرسته که مطمئنم میخواد باهاشون منو تهدید کنه. سکانس بعد شب شده و آرون میخواد بخوابه و باز خودش فیلم میگیره. میگه که الان یه کابوس خیلی عجیب غریب دیدم. دوباره جوزف توی خوابم بود و انگار میخواست با هم رابطه برقرار کنه. این بچه ها منو بغلش گرفته بود، به سرم دست میکشید و همه فیلم هایی که ازش گرفته بودم و انگار توی خوابم داشتم میدیدم. روز بعدی میرسه و بسته‌ای برای آرون ارسال میشه. بسته از طرف جوزف. توی اون یه نامه است و همراه یه دونه چاقو. تو نامه هم نوشته که بیشتر جعبه رو بگرد. ته جعبه رو نگاه میکنه و یه دونه عروسک گرگه و توی این گرگم یه دونه گردن بنده. با نگرانی گردن بند رو باز میکنه و میبینه که دوتا عکس از خودش و جوزف توی این چسبیده. آرون فهمیده که این مرد ولکن نیستش، برای همینم به پلیس زنگ میزنه و جریانو میگه. پلیس هم میگه ما نمیتونیم برات کاری انجام بدیم چون آدرسی که داری بهمون میدی برای جوزف نیست، برای یه نفر دیگه است و انگار جوزف الکی تو رو برده اونجا و اصلا به اسم خودش نبوده اون خونه. شب دیگه ای هم رسیده و بازم آرون خوابش نمیبره. رو به دوربین میگه همچنان دارم کابوسای عجیب غریب از جوزف میبینم. توی خوابم انگار همش توی وان همون با هم دیگه ایم، انگاری بهش علاقه پیدا کردم در حالی که واقعا ازش متنفرم و میترسم. یه دفعه با صدای بلند یه جاش میپره، خیلی ترسیده و چاقویی که جوزف براش فرستاده بود برمیداره و شروع میکنه به گشتن خونه. در حال گشتنه که میبینیم جوزف پشت در وایساده و به زل زده، اما آرون متوجه نمیشه. بعدم صدایی از بیرون میاد که آرون میدوه دم در و میبینه که سطل آشغال افتاده. خب فکر میکنه یه حیوان گربه چیزی بوده و برای همینم با خیال راحت برمیگرده و میخوابه. نصف شب میبینیم دوربینش یهو فعال میشه. جوزف به اتاق اومده، بالا سر آرون وامیسته و به شکل خیلی وحشتناکی یکم موهای اونو میکنه. چند روز این جریان گذشته و دوباره آرون خودش فیلم میگیره.
میگه امروز یه دونه سی دی پشت پنجره دیدم، سی دی که از طرف جوزف فرزال شده و روش نوشته که این آخرین فیلممه. روشنش میکنه و میبینیم که جوزف داره رو به دوربین صحبت میکنه. به آرون میگه من فهمیدم که گردنبندی که بهت کارو دادم و انداختی دور خیلی نامرده، چون من فهمی کردم تو بهترین دوستمی. خیلی دلم این قضیه شکست. من فقط میخواستم به تو نزدیک باشم، چون یه دونه رفیق تو زندگی میخواستم و واقعا تو رو دوست داشتمت. من روانی نیستم، فقط یه خورده ناراحتم. دکترام خواستم بهم کمک کنن ولی هیچ کس نتونست. فقط میدونم که یه دوست میتونه بهم کمک بکنه. الانم ازت درخواست میکنم بیا فقط یکم با هم دیگه حرف بزنیم. برام آدرس یه دریاچه‌ای رو بهش میده. با تمام شدن ویدیو آرون که دلش سوخته و فکر میکنه واقعا این مرد بیگناهه، راه میفته سمت همین دریاچه. البته که وقتی میرسه دوربینش رو یه جا کار میذاره تا از خودش فیلم بگیره. بعدم داد میزنه و به جوزف میگه شماره پلیس رو توی گوشیم آماده کردم، اگه یه کار اشتباه انجام بدی زنگ میزنم و میگم بیان دنبالت. بعدم رو صندلی کنار دریاچه میشینه و منتظر جوزف میمونه. چند لحظه بعد میبینیم که جوزف به آرومی از پشت میاد. آرون متوجه نشده. جوزف ماسکی رو صورتش میذاره، تبری رو بر میداره و به شکلی وحشتناک و باور نکردنی اونو تو سر آرون فرو میکنه. حالا میبینیم که جوزف در حال تماشای این ویدیو آخر از آرونه. رو به دوربین میگه آره آرون خیلی باهوش بود، ولی انقدر احمق بود که حتی یه نگاه پشت سرش ننداخت. منم خیلی کارم راحت تر شده بود. بعدم میگه آرون با اینکه قربانیم بود ولی واقعا انگاری من باور داشت و فکر میکرد آدم خوبیم. برای همینم از بین همه آدمهایی که دیدم بهترین گزینم تا الان آرون بوده. چند لحظه دیگه از فیلم کنار دریاچه و بدن بیجون آرون رو میبینیم. یه رفیق جوزف میپره جلوی دوربین و فریاد میکشه شما رو میترسونه. تو واقعیت هم همین کارو باز انجام میده. سکانس آخر جوزف با تلفنش به یه فیلمبردار دیگه زنگ میزنه و ازش درخواست میکنه که بیاد و 8 ساعت ازش فیلم بگیره. یه سفارش کار جدید داره بهشون میده. بعدم میره به اتاقی و سی دی آخر آرون رو توی دونه کمد میذاره. کمدی که پر از هزاران ویدیو مختلف از تمام جنایت‌هایی که تا الان جوزف انجام داده. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا حتما کانال بکاپ گلاسیا یعنی گلاسیا مووی بک رو فالو کنید. توی اونجا قرار ویدیوهای مختلفی بذاریم، از جمله ویدیویی که تازگی آپلود شد و گیم پلی بازی واکینگ دد هست. میتونیم اونجا هم با هم دیگه باشیم. امیدوارم لذت ببرید. همونطور که گفتم فیلم کریپ خیلی رو مخه و حس بدی بهتون میده وقتی تماشا بکنیدش. بازیگر اصلیمون یعنی جوزف هم خیلی خوب میاد این روانی بودنشو به نمایش میذاره. شما قشنگ درک میکنه با یه آدمی طرفی که اصلا ثبات ذهنی نداره، رفتارهاش غیر قابل پیش بینیان و اصلا بدون هیچ دلیلی بدترین کارها رو انجام میده. خیلی خوب میاد اینو به نمایش میذاره و نویسندگی فیلمم که قشنگ فوق العاده است. سوال اصلی در مورد فیلم اینه، جوزف از اول اینطوری بوده یا تنهایی و مشکلاتی که زندگیش داشته اونو به همین جایی رسونده؟ وقتی که میفهمیم این شخص روانی صدها نفر دیگه هم به همین جایی کشونده و همین کارا رو باشون کرده، یعنی برای هر کدوم مدت‌ها وقت گذشته و خب یه جمع و تفریق ساده ما میفهمونه که چندین سال داره این کارو انجام میده. پس نمیشه گفت تنهایی تو زندگیشون رو به همین جایی رسونده. قطعا همچین مشکلایی از اول داشته که چند سال هم از داره همچین کاری انجام میده. مهمترین نکته در مورد این فیلم همینه که بدون بودجه زیاد ساخته شده. اصلا تیم بزرگی پشتش نبوده و میبینیم که جلوه‌های ویژه‌ای هم توش به کار نگرفتن. یعنی عملا ما یه دونه هندیکم کیفیت پایین داریم و کل فیلم از طریق همون داره ما نمایش داده میشه. ولی با این حال منی که این همه فیلم‌های ترسناک مختلف دیدم، به نظرم یکی از عجیب‌ترین و وحشتناک‌ترینشون همین فیلم بود. واقعا حال آدمو به هم می‌ریزه به خاطر اینکه خیلی خوب ساخته شده و اصلا بدون نقص به نظرم. همینم اصلا خب نمره 91 توی راتن تومیتوز گرفته، نمره‌ای که خیلی برای فیلم‌های ترسناک خفنه. خلاصه که به نظرم ببینیدشون، حس خفنی بهتون انتقال میده و حتما با دوستاتون تماشا کنید، میتونید یه تجربه ترسناک باحال داشته باشید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، ساب یارتون نره. توی کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلاسی.